الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم خدمت بینندگان و شنوندگان برادران مؤمن و مخلص و مسلمان خواهران با عزت و با عفت السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همانطوری که در ماه میلاد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم قرار داریم، امیدواریم که الله متعال ما و شما و کافه امت اسلامی را امو رهروان یا پیروان اصلی سیره نبی کریم صلی الله علیه و سلم بگرداند. از آنجایی که همه در جریان هستیم، در ماه ربیع الاول قرار داریم، ماهی که هم تولد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شده و هم رحلت ایشان، طوری که در سیرت النبی نقل قول از تاریخ نویسان و سیره نویسان نوشته کردند و بیان کردن و فرمودن در نهم ربیع الاول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن و در دوازدهم ربیع الاول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کردن و به دار عقبا شتافتن. به هر حال و هر صورت ما و شماها در این ما وظیفه ما چی هست؟ وظیفه یک مؤمن، یک خواهر و یک برادر مؤمن و مؤمنه مسلم و مسلمه در این ماه و در تمام ماها نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی هست؟ از اونجایی که همه می دانیم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم رسالت خود به طریق بسیار احسن به وجه نیکی و خوبی آنها امو رسالت خود، وظیفه رسالت خود ادا کردن و رسالت خود رساندن، پیام حق رساندن. تا امروز الحمدلله ما از برکت بعثت ایشان مسلمانیم و در روی این زمین وقتی قدم برمیداریم و وقتی نفس میکشیم و وقتی میشینیم و برمیخیزیم و تمام خوبی هایی که در این روی زمین نصیب انسان و انسانیت شده و همگی ما برخوردار هستیم از برکت بعثت و وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا وظیفه ما مسلمان ها دیگه، ماها اگرچه که کمتر روی موضوع میلاد یا فضائل و جاهگاه و معجزات پیامبر علیه السلام، اخلاق ایشان، عبادات ایشان، جهاد ایشان، شجاعت ایشان، سخاوت ایشان، عطوفت و مهربانی ایشان نسبت به اصحابش، نسبت به امتش، نسبت به انسانها حتی، در دیگه ماها انقدر بس نمیشه که در این ماه بس میشه. اول این وظیفه هر فرد مسلمان هست، هر مرد و زن مسلمان هست که زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ایتو، یعنی فصلوار یا مثال چند صفحه‌ای مثال یا چند ورق، هر شب یا هر روز وقت برای خود تعیین کنه، از لحظه های اوقات شبانه روز خود تعیین کنه و شروع کنه. مثلا اول از سیرت پیامبر علیه السلام که شروع میشه، از تولد ایشان، نام ایشان، پدر ایشان، مادر ایشان، برادران ایشان، قوم و نژاد ایشان، تا این که میرسه به مرحله که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن، چگونه ازدواج کردن، با چی خانم ازدواج کردن و چقدر مهریه دادن، چند تا اولاد داشتن و از کار و بار و مصروفیتشون در دوران جوانی و پیامبر علیه السلام قبل از بعثت چی میکردن و عبادتشون، آیا عبادت میکردن، الله رو میشناختن، چگونه عبادت میکردن و اینها رو یک فرد مسلمان باید بفهمه. و بعد از این مرحله بعدی که مبعوث شدن به رسالت، کجا بودن و چیگونه مبعوث شدن و کدام آیات برایشان
برای اولین بار نازل شده و هدف از بعثتشان چیست و هدف از این رسالت چیست؟ چرا پیامبر علیه السلام مبعوث شدند؟ چرا دیگر فرد مثال از سران و مشرکین، مثلا کسانی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثروتشان، داراییشان، نیرویشان، قوتشان، همه چیزشان بالاتر، چرا آنها نشدند؟ اینها باید انسان یک لحظه روی اینها فکر کنه و بعدا تقسیم اوقات برای خود تعیین کنه و سیرت پیامبر علیه السلام را بخونه و دقیق رو از او فکر کنه و میرسیم به مرحله بعثت، وقتی که چگونه دعوت دادن، چگونه با کی اولین فردی که ایمان آورد از بزرگا و خانوما و پسرا و از غلاما کیا بودن، مسلمانان پیشگام و پیشتاز به اصطلاح در اسلام کیا بودن که اول شهادتین رو به زبان آوردن و اسلام رو قبول کردن و چی کسانی باز مشکلات در طی دوران مکی تحمل کردن و مشکلاتی که سر صحابه آمد، به خاطر چی آمد، هدف چی بود و آنها چی کردن که امروز ما مسلمان هستیم و دوران مدنی چگونه این اسلام گسترش پیدا کرد از مدینه المنوره، از مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون مدرسه و مکتب انسان ساز، از آنجا چی کسانی این پیام الله سبحانه و تعالی رو به قیصر روم و به شاه ایران و به شاه مصر و به اسلام به شاه یمن و خلاصه تا ای که در زمان چی کسانی اسلام به سرزمین افغانستان می آید و در هر گوشه و زاویه زمین این اسلام رسانده میشه و پیام حق ارسال میکنن، چیگونه در حالی که وسایل و ابزار امکانات نبوده، اینترنت و مثلا چیزهایی که ما امروز به دسترس داریم از قبیل تلفن و اینا نبوده، رسانه نبوده، چیگونه آنگاه انسان، آن وقت انسان میدانه که واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت بزرگ بودن که آنقدر که ما هم فکر میکنیم، هرچی که ما فکر میکنیم از فکر و وهم ما هم بالاتر بودن، هرچی که ما بگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت بزرگ بودن، معلم نیک بودن، انسان شجاع بودن، انسان مهربان، باز هم یعنی از درک و وهم ما به اصطلاح باز هم بالاتر هست از آنچه که ما در حقیقت گویای آن هستیم از صفات پیامبر علیه السلام، او بزرگ مرد تاریخ و ابر مرد تاریخ و تقوا محمد که صلی الله علیه و سلم تمام آن گندگی هایی که به وجود آمده بود، خرافات و اوهام و بدعاتی که به وجود آمده بود، اعمال شرکانه مشرکین همراه بتایشان، ظلم و جنایت ایشان را همه را دفن کرد و توحید خالص لا اله الا الله محمد رسول الله جایگزین آن قرار داد. جامعه که چند صد سال با شرک و با خرافات و با زلالت و با گمراه اینها آنها دست و پنجه نرم میکدن، آنها از پیش خود قانون ساخته بودن، از برنامه ها داشتن، مشکلاتی در بین ایشان آماده بود، ولی چیگونه پیامبر علیه السلام توانست؟ اینها همه سوال است. جواب این سوالات را کلنر سیرت النبی الرحیق المختوم یا سیره دیگر اینها جواب همگی گفته شده. وقتی یک خواهر مسلمان ما او سیرت پیامبر علیه السلام را بگذاره و بخوانه و وقت بده برای سیرت، وقت بده اوقات خود در راه سیرت سپری کنه، او سیرت النبی رو وقت بخوانه، او واقعا ایتو عملی، حالا ما مسجد وقتی خواندیم برای ما گفته شده که ما بنده الله هستیم، خدا یک است، محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا، چاریار و کبار، بالاخره مذهب است که داریم، ملت است که داریم، چیزها گفته شده، ولی وقتی ما به صحنه عمل وارد میشیم و صحنه عمل ما داخل میشیم، در حقیقت ما به بصارت بسیار قوی دیگه، آن وقت عینی که ما همراه پیامبر بوده باشیم، همراه پیامبر میتونیم بگیم یعنی بزرگ شده باشیم و ایمان آورده باشیم و در همون زمان بودیم، تا این زمان همه چیز ریت به چشم بسیرد، واقعا انسان عملی همه چیز را میتونه خوب برداشت بکنه. پس وظیفه هر مرد مسلمان و هر خواهر مسلمان همیست که خصوصا در این شرایطی که ما و شماها و اکثرا بهتر میفهمیم از مگه چی جریان داره در کشور ما، در سرزمین ما و علیه پیامبر علیه السلام و علیه اصحاب ایشان و علیه خانواده ایشان، علیه خانوم ایشان، علیه فامیل ایشان، علیه اهل بیت ایشان، چقدر انسانهای از خط خارج، بیدین، انسانهای از خدا بی خبر،
انسانهایی که به منافقت و نفاقشان هیچ شک و شبهه نیست. چقدر آنها زبان درازی میکنن. لااقل ما بفهمیم که ام المؤمنین خدیجه دختر کی بود و دارای چه خصوصیاتی بود، در کجا زندگی میکرد، نسبش، ثروت داراییش، کمال و جمال و خوبیاش، و او چگونه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. و میرسیم به حضرت عایشه صدیقه طیبه طاهره ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها که میبینه افرادی که اصلا به سوره نور ایمان ندارن، اگر به سوره نور ایمان داشته باشه، او هیچ وقت به همسر پیامبر علیه السلام، همسر عفیفه و پاکدامنشان، هیچ وقت تهمت نمیزنه. بنان هر کس که باشد، در فردی به هر مذهبی باشه، به هر سیستمی باشه، به هر پست و مقامی باشه، وقتی او که نسبت به فامیل پیامبر علیه الصلاه و السلام بدبین باشه، چون ما وقتی گفتم سیرت را باید همه بخوانیم، به خاطر همین گپ باید بخوانیم که ما شناختی از هر کدام داشته باشیم، راجع به حضرت خدیجه الکبری رضی الله عنها، راجع به حضرت علی، راجع به حضرت ابوبکر، راجع به زید بن حارثه، راجع به حضرت بلال، راجع به عمار، راجع به سمیه، راجع به یاسر، راجع به هر کدام که ابو هریره خواسته باشیم، ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین، ما وقتی خواسته باشیم اینها رو بشناسیم، تا نشناسیم اجازه نداریم که ما حرفی در رابطه بهشون بگیم. یعنی وقت انسان کسر نشدن خوبی از رو گفته میتونه، مثلا نبدی از رو گفته میتونه. پس انسان اول باید طرف و شخص رو بشناسه، در رابطه بهش تحقیق کنه، مطالعه کنه. حالا معلوم میشه برای انسان که این انسان واقعا کی بوده و از کجا بوده، دختر کی بوده، پسر کی بوده، در کدام فامیل تربیه شده، با آغوش کی بوده، در کنار کی بوده، استادش کی بوده، شاگرد کی بوده. این چیزها وقتی که مشخص شد، وقتی که معین شد، ما بعداً میتونیم در رابطه با او قضاوت کنیم. او هم در صورتی که اخبار صحیح و موثق برای ما رسیده باشه، تاریخ درست برای ما رسیده باشه، نه اینکه هر کس از پیش خود چیز خلاصه کنار از او همین بین سطر و اشیا و اینها نوشته کرده باشه. بنان وظیفه ما همی در شرایط کنونی، حالا اگر ما در مسجد خود محفل میگیریم، کار نیک و مبارک است، اما خوردن مثال یک مجمع قلور یا یک مجمع شولماش یا مثال یک دکپلوی مثال که 100 نفر آدم مثال اونجا میشینه و قوری ها جا میشه، ای از درست راجب پیامبر یاد بود هست، اما یاد بود از برتباط پلو هسته که از پیامبر علیه صلات و سلام چیزی در آنجا گفته نشده. یعنی اول باید خود نان و غذا، و خیلی خوبه دیگه افراد فقیر و مستحق میان، ختم قرآن است، خدا مزدم میده کسی که یعنی به خاطر پیامبر علیه الصلاه و السلام صدقه و خیرات میکنه. اما بهترین راه همی است که در هر مسجد، در هر محیطی که اونجا جمع با کنار یکدیگر در مسجد میشینن، در جلسات میشینن، آنها باید در این ماه خصوصا بس سیرت پیامبر علیه الصلاه و السلام باشه. باید سیرت اونجا 100% خوانده بشه و سیرت نبی علیه الصلاه و السلام مورد بررسی قرار بگیره و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خوانده بشه، انسان تمام هر چیزی که یعنی درک و فهم انسان رو از او مصروف است، مشغول هست. ابوبکر کی بوده مشوم نمیشناسم، پدر کی بوده، بچه کی بوده نمیشناسم. وقتی ما سیرت بخوانیم این بزرگوار رو میشناسیم. وقتی از مسلمان پرسان کنی که تو مسلمانی، بله الحمدلله، خب امت کینی، امت پیامبر صلی الله علیه و سلم کجا بوده؟ ولاد اجیا خو میرن میگن به عربستان سعودی هست. این خوب نشد دیگه. وقتی تا انسان یک شخصیت در یک کسر نشناسه، در رابطه بود تحقیق نکنه، قبلا هم ما گفتم هیچ قضاوت حق نداره انسان قضاوت کنه. ولی ما که وقتی که میگه ما بندگان الله هستیم، شناخت ما از الله چیست؟ باید ما الله از طریق قرآن لااقل ما آیاتی که در رابطه به توحید و وحدانیت خداوند ما بشناسیم. وقتی ما میگیم امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، شخصیت این بزرگوار را از آیات قرآن و از احادیث و از سیرت باید ما مطالعه کنیم، ما تفسیر و ترجمه آیات را بخوانیم، بشناسیم پیامبر علیه الصلاه و السلام کی بوده. حالا همه میدانیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر فرستاده نشد، الله میگه ما تو نفرستادیم مگر رحمت برای تمام عالمیان. چگونه رحمت؟ پیامبر برای کفارم رحمت بوده، برای جنیاتم رحمت بوده. این چیزها باید سوال است که ما وقتی سیرتر ما وقتی بررسی کنیم و مطالعه کنیم، معنا و مفهومش را بفهمیم، ما دقیقا میدانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم کی بودن و از کجا بودن و چی کردن، از ابتدای شروع زندگی ایشان تا ختم زندگی ایشان
چگونه سپری شده. وقتی ما این چیزها را دانستیم، آنگاه می توانیم که ما در رابطه به پیامبر علیه الصلاه و السلام ما محبت بیشتر داشته باشیم، ما واقعا راه و روش ایشان دیگه بعداً درست‌تر تعقیب کنیم. و نکته اساسی در سیرت النبی صلی الله علیه و سلم است، وقتی حال ما می‌خوانیم، مثلا یک کتاب رو ما خواندیم، فرض کنیم از اول تا آخر نفهمیدیم چی گفت، چی بود و ما چی برداشت کردیم. انسانی که سیرت می‌خونه چی مرد است، چی زن هست، چی عالم است، چی عوام است، چی صوفی است، چی غیر صوفی، هر کس که هست، چی استاد دانشگاه است، چی محصل است، هر کس که سیرت پیامبر علیه السلام میخوانه خور باید برداشت بکنه. یعنی یک بخش رو وقتی که میخوانه روی این بخش فکر بکنه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در غار حرا 3 سال اونجا عبادت ایشان تفکر بوده، تنها تفکر میکردن. حالا راجع به چی تفکر میکردن؟ این زمین با این پهناوری، با این کوها، با این نهرهای آب، با این دریاها، با این چشمه ها، با این به اصطلاح نباتات و جمادات و مید، همه چیز منظم، هیچ سمتی و شیوه نمیشه که سمت دیگه بلون به یا سمت پایین بره، سمت همه تو برابر، هیچ مهندس نمیتونه که ای تو یک نقشه عجیب منظم رو بکشه. این خورشید انرژی از کجا میایه، این چیگونه از این طرف میایه، طرف خود به خود میره، چی رقم هست. این قمر ما شب اول ضعیف و باز کلان و باز تایی که ضعیف میشه، باز این به این طریق ستاره ها در آسمان، این آسمان نگاه کن بر این گنبد زرنگار که سقفش باید 22 استوار، این آسمان با این پهناوری و بزرگی کلانی این چیگونه هست. ببینیم وقت انسان، خود انسان در رابطه به همینا فکر بکنه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هیچ وقت شراب نخوردن، هیچ وقت بت پرستش نکردن، از نظر و نیازهای بت ها هیچ وقت نخوردن و استفاده نکردن، پیش سنگ بت سرخم نکردن به عنوان رب خدا، حتی سجده انحنا نکردن دیگه. پیغمبر علیه الصلاه و السلام از این حالات و از اینکه دختران زنده در مکه زنده اطفال معصوم زنده زیر خاک میکردن، پیغمبر علیه الصلاه و السلام زورگویی و قلدوریا و جنایات، تجاوز قبایل علیه قبائل، رسول الله صلی الله علیه کلا از اینا خسته میشه. محمد رسول الله سلام دوست داره حتی اینها رو ببینی. حالات از نزد حضرت خدیجه رضی الله عنها توشه و ابنان میگیره در غار حرا، گوشن خلوت گزینی آنجا 3 سال، در آنجا 3 سال تفکر درباره آلاه، یعنی درباره آنچه که خداوند جل جلاله خلق کرده و پیدا کرده. به هر حال و هر صورت توصیه ما به تمام عزیزا و دوستا بزرگوارایی هست که سیرت النبی صلی الله علیه و سلم را بدون از یک کدام مسابقه برگزار میشه یا کدام برنامه داریم یا ما یعنی به خاطر یک مسابقه بخونیم، این وظیفه هست، وظیفه هر مرد و زن مسلمان هست. لااقل سال یک بار ما باید سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. ما او را بخوانیم، ما دقت بکنیم هر بخش از او، وقتی ما میخوانیم رو از او فکر. مثلا هر کس میگه من جهادم، هر کس میگه من جهاد میکنم، برادر خود جهاد خویی نیست که سر رو هم بگیری جهاد باشه، اختطاف هم بگیری جهاد باشه، خلاصه 100 نفر رو بکشی جهاد باشه، هر کس تجاوز کنی جهاد باشه، همه میگن ما مجاهدیم، هر کس میگه ما مجاهدیم، هر کس میگه الله اکبر. اما وقتی ما سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوانیم، هدف از جهاد چیست، جهاد با کی، چی کسانی باید جهاد کنن، و وقتی انسان مجاهد باید چی اعمال انجام بده و چی، حتی نماز مجاهد فرق داره. نمازی که مجاهد در صف جهاد میخوانه تا نمازی که ما میخوانیم، این نماز زمین تا آسمان تفاوت داره. شما برین کتاب های فقهای مبارکه قرآن کریم مطالعه کنیم. بنان وقتی ما سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوانیم، لب و لبابش، مقصود اصلیش، چکیدهش به دست ما میاد. وقتی ما او رو دانستیم، ما یک عابد خوبم میشیم، یک سخی خوبم میشیم، یک زاهد خوبم میشیم، یک عالم خوبم میشیم، یک دانشمند خوبم میشیم، انسان با اخلاق خوبم میشیم، مجاهد خوبم میشیم. تمام برنامه های ما وقتی به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر و موافق شد،
تمام مشکلات ما حل، راه و مسیر حق پیش روی ما. وقتی ما راه و مسیر حق رفتیم، انشالله که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و شما میشه. با امید این که همگی ما احساس مسئولیت بکنیم و سیرت پیامبر علیه السلام را مطالعه و بررسی بکنیم. خدای متعال امیدواریم که مریض های ما و شما و کلن همه امت اسلامی شفای جل کامل نصیب کنه و برکت این میلاد نبی علیه السلام طور که کنگره های کاخ کسرا به هم ریخت، خداوند نمی فرعون ها و بوجل ها و بولب های وقت زمان ما و شما را امینال خودم کاخ و همه قصر و جا و زندگی و همه حشمت و مکنت و همه چیزی که دارن الله متعال اینا رو خسف کنه، اینا رو نابود کنه که امت اسلامی از شر از ظالم ها و از قلدران نجات پیدا کنه. تا برنامه بعدی شما را به الله یکتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.